شب دهم محرم امام با اهل کاروان اتمام حجت کرده فرمودند من بیعتم را از شما برداشتم، هر کس بماند بداند فردا کشته خواهد شد. عده‌ای از اصحاب ابراز وفاداری کردند. زهیر هم مثل بلبلی خوش نغمه آواز داد. وقتی ما بر حقیم، چه باک از کشته شدن داریم که به دیدار رسول خدا می رویم. به خدا قسم اگر بمیرم و زنده شدم و باز هم بمیرم و زنده شدم و همینطور هزار بار بمیرم و زنده شدم، ترکتان نخواهم کرد. امام دستور داد مشعلها را خاموش کنند تا هر که میخواهد برود و از روشنایی شرم نکند. پسر زلتوشن، شنیدم در جنگ با پسر پیامبر تو از همه لشکریانت حریص‌تری. گرچه امیرت عمر سعد در آرزوی پادشاهی ملک ری له له میزند، اما میدانم قلبم مایل به مصاف با حسین نیست. این تویی که آتش بیار مرکه شده ای. از خدا به ترس، امید هر وعده‌ای در آتش این جنگ بدمی باز ضرر می‌کنی. به خدا قسم مال و مقام دنیا فانی است، به خجل شدنش در روز قیامت نمی‌ارزد. جز موعظه چه بلدی؟ تو در میدان جنگی، نه بر منبر خانه خدا. به جای زبان چرخاندن شمشیر بکش. حوصله من و لشکرم سر رفت بس که سخنان بیهوده شنیدیم. بله، سخن کردن با کسانی که شمشیر در دستشان بدمستی می کند بیهوده است. ای خلق کوفه، منم زهیر ابن قین بجلی. اغلب شما مرا می شناسید یا آوازم را شنیدید. تاجرم از مال دنیا بی نیاز. من محضر رسول خدا را درک و در زمان خلفای اربعه مجاهدت ها کردم. شما امت پیامبری هستید که بر گرامی پسر دخت پیامبرش تیغ کشیده اید. و من گناهی بزرگتر از این نمی شناسم. ابن خیم، تو با آل علی میانه ای نداشتی؟ چطور شد بیعت با امیرالمؤمنین یزید را شکستی و طرفدار حسین شدی؟ خیال کردی حسین پادشاه عراق می شود و تو وزیر اعظمش؟ آن؟ بر فرض من حسین چنین خیالی داشتی ملعون، حال که اوضاع دگرگونه است از شما کوفیان می پرسم، پادشاهی عراق عزیزتر است یا جان شیرینمان؟ خدا قسم حسین به عراق نیامد جز به دعوت شما، نیتی ندارد جز هدایت شما، آرزویی ندارد جز رهایی شما. حسین زیر بار ظلم نرفته و هرگز دست بیعت به خلیفه ستمکاری چون یزید نخواهد داد. خاموش! ستمکار تو یان زعیم طاغیه یاقی هست.
گب نزل جوشن، من هم موافق عقب نشینیم. سرورم حسین قصد نماز کرده، مصلحت بدانید موقتا ترک جنگ کنیم. هم من به نمازم میرسم، هم شما نفسی چاق میکنید. یبنقه دوباره به میدان بیاری، خودم جلویت را میدارم، گردن کلوفتت را میشکرم. کاش یک بار مردانگی کنی و پای حرفت بیستی. من بعد از نماز به شوق جنگ با تو به میدان میایم. خلف وعده کنی سگ کم تری. زهیر حصار نیزه ها و شمشیرها را شکست و مثل پروانه آمد تا در نماز عشق بال و پر سوزاند. گویا مقدر زهیر بود که نماز آن روزش را در ملکوت به رسول خدا اقتدا کند. واقعا میخواهید اجازه دهید حسین نماز بخواند؟ نماز واجب شرعیست پسرم، نمیتوانیم مانع ادای فریضه واجب شویم. پس جنگ را باخته اید. چطور؟ این جماعت به قتال حسین آمدند، چون فکر میکنند حسین کافر است و از دین خارج شده. وقتی ببینند حسین به خاطر خواندن نماز جنگ را ترک کرده، میفهمند که فریب خوردند. عجب نظر پخته ای. اینطور نیست شمر؟ خب البته نظر آقازاده بسیار ظریف است و دقیق. بعید نیست حسین میخواهد با این کار کوفیان خفته را بیدار کند. پس نباید اجازه دهیم حسین نماز بخواند. نه چه ارز کنم، شما امیرید و ما سرباز. نه شمش، نه، مانعی نمازشان شوید. زهیر پای از زمین کنده بود. برای رفتن به میدان مثل کودکی بود که برای مادر آغوش باز کرده. بعد از نماز در حالی که سخت تشنه بود و زخمی به میدان شتابید.